بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، دوستان و یاران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 9 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوشی جان می سپاریم به تلاوت این آیه و بعد از اون می پرزیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. بله، آیه 9 از سوره نحل. وعلى الله، لفظ جلاله در اینجا تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده. قصد السبيل، السبيل الف لام شمسی هست. و منها جائر، و منها نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی. جائر اینجا مد واجب متصل هست. اینجا اگر ما توقف بکنیم روی کلمه جائر، دو مد وجود داره. مد اول مد واجب متصل هست که به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد داده میشه و کشیده میشه، و مد دوم مد عارض للسکون میشه که به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. و را در اینجا وقتی که ما توقف کردیم، را ترقیق میشه، یعنی نازک تلفظ میشه، چون را را ساکن کردیم و قبلش کسره هست. پس اینجا را ترقیق میشیم جائر. اما اگر بخوایم عبور بکنیم، اینجا را تفخیم میشه چون ضمه داره، یعنی تنوین رفع روشه. میگیم و منها جائر ولو شاء، جائر ولو شاء. پس اینجا تنوین بعد شواب میشه ادغام باقلنه و را هم اینجا تفخیم میشه چون تنوین رفع روشه. شاء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. لهداکم اجمعین، میم ساکن بعد شمزه اظهار شفوی. اجمعین جیم اینجا قلقله میخواد و اجمعین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 9 از سوره نحل. اما آیه 10 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. بله، آیه 10 از سوره نحل. هو الذی انزل، اینجا الذی مد جایز منفصل هست، به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. انزل اخفای حقیقی. من السما، السما الافلام شمسی، و السما مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبن مد بخواد. ما آ. اینجا دقت کنید روی کلمه ما آ. اگر توقف کردیم اینجا یک الفی اضافی تلفظ میکنیم برای اینکه مشخص بشه اینجا تنوین نصب بوده. میگیم و ان هو الذی انزل من السماء ماء. پس توقف کردن روی کلمه ما، میگیم ماء. اینجا
اولا مد در کلمه ما مد واجب متصل هست، اگر توقف بکنیم مد عارض للسکون هم میشه، و باز مد عوض هم هست، ما اگر عبور بکنیم تنوین بعدش لام، ادغام بدون غنه، ما لکم منه، لکم منه، ما لکم، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه میشه، میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی، منه نون ساکن بعد های دو چشم اظهار حلقی، شراب و شرا، اینجا را تفخیم میشه چون فتحه داره و الف هم تابع را تفخیم میشه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه، منه باز اظهار حلقی، شجرم فیه، شجرم فیه، را مفخم هست تفخیم میشه چون تنوین رف روشه، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی، تسیمون، مد عرض سکون به مقدار دو یا چهار یا شیش حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 10 از سوره نحل. آیه 11 از سوره نحل، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آیه 11 از سوره نحل، یوم به تو، نون ساکن بعدش با، اینجا حکم بگیم اقلاب یا قلب، یوم به تو، یوم به تو، نون بعدش با، میگیم اقلاب یا قلب یعنی دگرگون شدن، تحول ایجاد شدن، به این خاطر میگیم اقلاب یا قلب، چون نون تبدیل میشه به حرف دیگری، تبدیل میشه به میم، یوم به تو، نمیگیم یون، یون به تو، نه، یوم، یوم به تو، یوم به تو، یعنی نون در با ادغام میشه، اقلاب میشه، قلب میشه و تبدیل به حرف دیگر میشه. لکم به الزرع، لکم به الزرع، میم ساکن بعدش با اخفای شفوی، میم بعدش با اخفای شفوی، الزرع، الف لام شمسی، را ساکن قبلش فتحه اومده تفخیم میشه، و الزیتون، الف لام شمسی، و النخیل، باز الف لام شمسی و نون تشدید دار، دو حرکت غنه نمیدیم، و الاعناب، الف لام قمری است، و من کل الثمرات، نون ساکن بعدش کاف اخفای حقیقی، الثمرات، الف لام شمسی، و را تفخیم میشه، الف هم تابع را تفخیم میشه، ثمرات اینجا اگر ما توقف بکنیم، و من کل الثمرات، اولا تا ساکن میکنیم و صفت همس به خودش میگیره، ثمرات، و ثمرات میشه مد عرض للسکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بدیم، اما اگر عبور کردیم دیگه نه مد عرض للسکون حاصل میشه و نه تا صفت همس میگیره، بلکه میگیم و من کل الثمرات این فی ذلک، ان فی ذلک، نون تشدید دار گفتیم دو حرکت غنه نمیدیم، لآیت لقوم یتفکرون، لآیه مد بدل هست به مقدار دو حرکت کشیده میشه، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، باز تنوین بعدش یا ادغام با غنه، اونجا لآیت لقوم، تنوین بعدش لام ادغام به غیر غنه، تنوین بعدش یا ادغام با غنه،
یتفکرون را باز صفت استعلا به خودش میگیره، حکم استعلا داره، تفخیم میشه چون ذمه داره. یتفکرون مد عرض لسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 11 از سوره نحل. آیه 12 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بله، آیه 12 از سوره نحل. وسخر خا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، سخ دهان پر میشه، خ وسخر، و را هم حکم استعلا داره چون فتحه داره. لکم اللیل لام شمسی است، و النهار باز لام شمسی است، و را باز مفخم هست چون فتحه داره، و شمس باز الف لام شمسی است، و میم ساکن بعد سین اظهار شفوی، و شمس والقمر. اینجا والقمر الف لام قمری است، و القمر چه توقف بکنیم و چه عبور بکنیم، را مفخم هست، حکم استعلا داره چون را اگر توقف کردیم را ساکن قبلش فتحه اومده استعلا میشه، اگر عبور بکنیم را خودش فتحه داره و حکم استعلا به خودش میگیره. و النجوم الف لام شمسی، مسخرا باز خا از حروف استعلا است، و را هم استعلا میشه، الف هم تابع را استعلا میشه، و این حکم قاعده کلی است. ما گفتیم در قرآن هر جا که الف بعد از حرف استعلا بیاد، الف هم حکم استعلا به خودش میگیره. و تنوین بعدش با اقلاب هست، اینجا باز مسخراتون به امره، تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست، به امره. اگر توقف کردیم اینجا با سکونه ها میگیم به امره، به امره، میم ساکن بعدش را اظهار شفوی، و به امره را هم ترقیق میشه با سکونه ها. اگر بخوایم عبور بکنیم اینجا، های ضمیر میشه مد صله کبرا، ملحق میشه مد جایز منفصل، به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن کشیده میشه چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. میگیم و النجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات. پس اگر عبور کردیم های ضمیر مد صله کبرا میشه چون بعدش همزه واقع شده. لآیات مد بدل هست، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، لقوم یعقلون، تنوین بعدش یا ادغام با غنه، یعقلون، مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 12 از سوره نحل. آیه 13 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. بله، آیه 13، و ما ذرأ، را اینجا مفخم یا تفخیم میشه چون فتحه داره، لکم فی الارض میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی، الارض الف لام قمری، مخ از حروف استعلاست، مختلفا الوانو، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی، الوانو. اینجا اگر توقف بکنیم با سکونه ها میگیم الوانو، مد طبیعی میشه. بخوایم عبور بکنیم های ضمیر بعدش همزه واقع شده، میشه مد صله کبرا،
ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن کشیده میشه، میگیم مختلفا الوانه ان فی ذلک. پس های ضمیر اینجا کشیده میشه به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن، ملحق میشه مد جایز منفصل. لآیت لقوم، اینجا آیه مد بدل هست، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، تنوین بعدش یا ادغام با غنه. یذکرون، را حکمش استعلاس چون زمه داره. یذکرون مد عرض لسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 13 از سوره نحل. آیه 14 هم از سوره نحل، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بله، آیه 14 از سوره نحل. و هو الذی مد تبی سخر، خا از حروف استعلاس، را هم حکمش استعلاس چون فتحه داره، البحر الف لام قمری، را هم حکمش استعلاس. منه نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی، لحما طریا تنوین بعدش طا اخفای حقیقی، و طا از حروف استعلاس، را هم ترقیق هست، طریا و تنوین بعدش واو ادغام با غنه، تستخرجو را ترقیق است، منه باز اظهار حلقی، حلیتن تلبسونها اخفا هست اینجا اخفای حقیقی، الفلک الف لام قمری، ولی تب تقوبا اینجا قلقله میخواد، و غین از حروف استلاس، من فضلهی اخفای حقیقی، های زمیر مد صله صغراست، میم ساکن بهش تای دو نقطه اظهار شفوی، تشکرون را حکمش استلاس، و تشکرون مد عرض لسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 14 و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما یاران قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.